لازم نیست تجربتون رو فقط واسه خودتون نگه دارید. قصتو بیا در گوش ما بگو، شاید به درد ما و بقیه هم بخوره. حالا جریان چیه؟ تو این مجموعه هر بار پای صحبت یه نفر از یه گروه میشینیم و این بار تو این گروه چند تا جوون رعنا مهمون ما هستن. بفرمایید، اولیشونم اومد. احوال آقا کیوان؟ به به، حالا چند ستاره؟ ممنون، شما خوبین؟ خیلی ممنون. بفرمایید تو. چشم، حتما، مرسی. به به، صحبا خانم هنرمند، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خوبی؟ مرسی، عالی. شما چطوری؟ خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون. بفرمایید تو. مرسی. به به به، آقا امید گل، خوبی؟ مرسی، خوبم. شما چطوری؟ عالی، خوش اومدی. مرسی، ممنون از دعوتت. خیلی خوش استایل اومدی. دیگه باید با شما مقابله میکردم دیگه. بفرمایید تو. مرسی. ببین کی اینجاست، نوگل خانم چطوره؟ مرسی، خودت خوبی؟ ما هم خوبیم. خب تو هر برنامه شما با یکی از مهمونای ما بیشتر آشنا میشین و بقیه بیشتر گوش میدن. قصه گوی این برنامه نوگل. نوگل متولد کرجه و الان ساکن لس آنجلسه. دوستاش صداش میکنن گلی. دکترای تعلیم و تربیت داره و معلم دبیرستانه. به زودی مدیر میشه. بازی با خواهرزادش از کارهای مورد علاقهشه. به جز اون شاید بتونم بگم ورزش، روی فرش قالی ایرانی بشم یه چایی بخورم، خیلی لذت میبرم. نوگل بنیانگذار سازمان غیرانتفاعی هست به اسم One Education One World که هدفش ساختن مدرسه در کشورهای جهان سومه. 6-7 ماه پیش بود که من تو خاورمیانه بودم. بعد یکی از این مدارسی که زیر پوشش ما هست ما درستش کردیم، دولت اونو کامل بستش، یعنی به دلایل خودشون تعطیلش کرد. وقتی اینو شنیدیم خب خیلی ناراحت شدیم. بعد یکی از بچه‌هام، یکی از دانش آموزامون که تا قبل از اون نه سواد خوندن داشت نه نوشتن داشت، دخترش حد 12 ساله، دیگه غذا نخورد برای چند روزی. گفتش که این تنها امید منه، من میخوام دکتر بشم و تا مرسر باز نکنن من غذا نمیخورم. برای من خیلی تأثیر گذاشت که چقدر این مدرسه به این بچه کمک کرده. گلی خانم الان خیلی دختر خانومیه ولی بچگیاش خیلی شیطون بوده. مثلا برای همسایه مامان بزرگش نامه تهدیدآمیز نوشته بوده. یه بار با من خیلی بد صحبت کرد. چی گفت؟ واقعا یادم نمیاد. بعد من به دختر عمم گفتم که بیا به این نشون بدیم که اصلا درست نیست با من اینطور صحبت میکنه. درش نامه نوشتیم گفتیم که واقعا نمیدونم اگه مثلا با ما اینطوری تا بکنیم ما همچین کاری میکنیم. آره. بعد رفت به مامان بزرگم گفت و اینا. بعد مامان جون اومد سر من، منو دعوا کرد. گفتم خب مامان جون با نیلوفر ما این کار انجام بدیم، چه سر من اومدی؟ گفت من میدونم تو مدیریت این کار رو کردی. اهل سوشال میدیا هستی؟ خیلی. کی نیست؟ اینستاگرام و تلفن و همش. کتاب یا تلفن؟ جفتش. من تعادل رو حفظ میکنم. و این کتاب، کتاب دایری جولیت تامسنه که این خانم خیلی وقت با حضرت عبدالبقا میگذرونن و روزمره تعریف میکنن که هر لحظه چه شکلی بوده. چایم بلد دم کنه، البته کیسه ای. ولی خب گلابم بهش زد و خیلی خوب شد. عاشق چای با گلاب هست. بچه ها بفهمه چایی بخوریم با هم. این همین، این یه حس خیلی خوبیه بر من. مامانم خیلی اهل این ستاپی همیشه هست. خواهرام همه، هم خانوادگی خیلی دوست داریم. برامون از گربه های محلتون بگو. آره، گربه ها. ما گربه خیلی آخر داشتیم تو ایران بچه که بودم. بعد ما اذیتشون میکردم، مثلا دنبالشون میکردم، میترسوندمشون. احیانا دومشونو که نمیکشیدی. یه خورده با دومشون بازی. 10 سال دیگه نوگلو کجا میبینی؟ 10 سال دیگه ایشالا ما 100 تا مدرسه ساختیم دور دنیا. عشق و ازدواج؟ فکر نمی کنم عشق باید هدف باشه یا ازدواج باید هدف باشه. اگر اتفاق افتاد
این عشق رو من حس کردم 100%، ولی اتفاق نیفتاد زندگی دارم که خیلی پرمعنیه برام و همین کافیه. یه وقتایی هر چی میدوییم به جایی نمیرسیم. شاید هم نمیدونیم به کجا قراره برسیم، ولی یک آن، یه نفر یا یه اتفاق گاهی نقطه عطفی میشه برای زندگیمون. گاهی هم اصلا زمین و زمان دست به دست هم میدن تا مسیر زندگی ما تغییر کنه. کم و بیش از این نقاط عطف تو زندگی همه ما وجود داره، گاهی اونقدر شدیده که به کلی مسیر زندگیمون عوض میشه و برای بعضیامونم انقدر آروم و تدریجی ولی عمیق اتفاق میفته که انگار آب از آب تکون نخورده. اینسپایر یعنی الهام بخش، یعنی گشتن به دنبال نقاط تاثیرگذار زندگی. من میگم تو هم به آینه روبروت یه نگاهی بنداز و در آخر این برنامه ببین داستان تو میتونه الهام بخش تر باشه یا داستان نوگل. بوداری حبابی آنچه که بود، گر به بیداری یا گر در خواب، اول از باد خنده بشکفت، آخر از بار گریه رفت برام. یه دفعه دیگه اول شعر تو بخون، جمله لغت اول نشینه. اینو من میتونم حدس بزنم یه دختر خانومه، احساسیه، خیلی احساسیه. فکر میکنم احساسات خیلی شدید و بالا پایینی های زندگی، سختی هایی که همه باهاش در واقع دست و پنجه نرم میکنن. الان به چی بگم؟ زندگی رو مثل یه جورایی مثل یه سراب یا مثل یه حباب میبینم که خند و گریهش یه جورایی به نازکی اون حباب است. بعضی از آدم ها توی حبابی زندگی میکنن که این حباب خیلی قشنگه، حبابیه که امنه، محفوظه و هیچ کس و هیچ چیزی توش بد نیست و من همچنان تو همین حباب زندگی کردم. فکر میکنم معنیش اینه که یعنی یک اتفاق مهم تو زندگی، یک قسمت، یک سرنوشت، یک تغییر یه دفعه ناگهانی. زندگی تو حباب محدوده، قشنگه ولی تو نمیدونی محدود، مثل ماهی که توی آکواریومه. به نظرم یه بلوغی رسیده این طرف، به این نشه رسیده که همه چیز به نازکی اون حباب است. فرزند سوم خانواده هستم و انتظار به این بوده که من پسر به دنیا بیام و از اونجایی که خواهرم واقعا منتظر این بوده، وقتی من به دنیا میام خیلی ناراحت میشه، خواهر وسطیم. بعد یه هفته با خانواده قهر میکنه و ولی چندی بیش نمیگذره که میشم عزیز دردونه همه و لقب تتاقاری همیشه باهام میمونه. راجب چی میخواد صحبت بکنه؟ راجب اینکه حباب زندگیشو شکسته. میتونه توی رابطه احساسی باشه، میتونه اون تعلقی که خیلی زیاد به یه چیز خاص داشته، حالا مثلا به نمیدونم خانواده بوده یا به ثروت بوده یا به تحصیل بوده، بعد از یه مدت بعد یه شکستی خوره توی اون قضیه و نظرش عوض شده، دیدش بازتر شده. آدم متفکریه، تو زندگیش خوب فکر کرده، نمونه خیلی قشنگی توی شعرش گفته و آدم جدی هست. کسی که نقش خیلی بزرگی تو زندگی من داشت مادر پدری بود، بهش میگفتیم مامان جون و روزای خیلی خوبی باش داشتم. همیشه دلم خوش بود که قرار منو ببره پیاده با هم بریم مدرسه و همیشه منتظر این زنگ آخر مدرسه بودم که زنگ بخور و من بیام بیرون ببینم مامان جون منتظرم که با هم برگردیم دوباره خونه. و وقتی برمیگشتیم خونه تو راه همیشه با من یه شیر کاکائو میگرفت با یه کیک و من همچنان تو این حباب قشنگ زندگی میکردم تا اینکه شد 11 سالم و تصمیم خانواده به این شد که مهاجرت بکنیم. داستان حباب جالب بود بخاطر اینکه
به نظرم میاد همه ما این حبابا رو داریم، حالا ممکنه به شکلهای مختلف باشه. بعضی همون حبابای داشته باشیم که خانواده های خیلی خوبی داشته باشیم که اینا بعضی وقتا بشکنه، از لحاظ مالی شاید وضعمون باشه. به هر حال همه این آمادگی رو باید داشته باشن که راحتی هایی که تو زندگی دارن رو بعضی وقتا ممکنه از دست بدن، حالا یا با انتخاب یا با اجبار، و اینکه از اون موقعیت آدم استفاده بکنه و خودش رو دوباره بسازه و چیز بهتری از خودش بسازه و اینکه بتونه از اون انرژی استفاده بکنه و خدمت بکنه به آدمای دیگه خیلی ارزشدار بود برای من. خیلی لذت بردم از داستان حبابی که نبود کنم. من شاید برای اولین بار روزی که قرار بود خدافظی بکنم با همه و با خونمون با مامان جون، به این فکر افتادم که چقدر خداحافظی چقدر تلخه، چقدر جدایی بده. و من موندم و یه کشور غریب و که نمیشناختم، نمیفهمیدم و واقعا هیچکس شبیه من نبود اونجا. وقتی من وارد مدرسه شدم، میدونید چون از بچگی من خیلی اجتماعی بودم و خیلی دوستای زیادی داشتم، برام خیلی سخت بود تو مدرسه، کسی رو نداشتم، زبونش رو نمیفهمیدم. یه روزی یادمه من انقدر گریه کردم به خاطر اینکه واقعا به فشار اومده بود، 12 سالم بود اون موقع، که واقعا خسته شدم از این گریه کردن، اصلا از حال گریه و اینا اصلا خسته شده بودم. که اونجا بود تصمیم گرفتم، گفتم نوگل تو باید اینجا رو خونه خودت بکنی، باید زبان رو یاد بگیری هر طور شده و باید اینجا ترقی کنی، اصلا به همین دلیل همه اومدیم اینجا. من زندگی برام خیلی قشنگه. به نظر من زندگی جنبه هایی داره که خیلی نامحدوده و هر فردی این حق رو داره که این لایه های مختلف زندگی رو بشکافه، یاد بگیره و تجربه بکنه. حالا به نظر من اگه کسایی توی حبابشون راحتن خب بمونن، ولی اگه من مثلا ببینم کسی احتیاج به کمک داره که از اون حبابش بیاد بیرون، 100% بهش کمک میکنم. زندگی چیز قشنگه و سعی میکنم جنبه های جدید زندگی رو معرفی کنم بهشون. بعد از چند سالی همونی که میخواستم شد و زبون رو یاد گرفتم و دوست پیدا کردم، همه چی به روال رفت و افتادم تو داستان تحصیلات. و وقتی که فوق لیسانسم رو گرفتم تصمیم گرفتم معلم بشم. حالا اینجا یه فلشبکی باهاتون داشته باشم. من وقتی بچه بودم مامان بابا خیلی تاکید میکنن رو خدمت، رو کمک به دیگران، و یادم بابا همیشه چند روزی در ماه وقت میذاشتن میرفتن مناطق محروم تهران تدریس میکنن و بعضی وقتا من با ایشون میرفتم، اتفاقاً عکسش هم دارم. و نمیدونم، شاید اون یه بذر اولی بود که تو دل من کاشته شد که وقتی مامان بابا رو میدیدم اینقدر فعال بودن تو جامعه. حالا برگردیم دوباره به دورانی که من معلم شدم و میخواستم، هدفم این بود که یه جایی کار کنم که واقعا جایی باشه که محروم باشه. وارد مدرسه شدم و بازم محیط غریبی بود به خاطر که من تو اون مناطق تا حالا کار نکرده بودم. و اولین سال من فهمیدم که واو چقدر مربی مهربون و دانا و همه جوره خیلی خوبم، و ولی همچین چیزی نبود به خاطر اینکه خیلی از موقع اصلا بچه ها نه به حرفم گوش میدادن نه درسشون رو میخوندن. من هم ناراحت میشدم، گفتم من این همه وقت دارم میذارم برای اینا، چطور میتونن انقدر یاقی باشن؟ حباب شکستنه اصل موضوع نیست. موضوع اینه که آدم شرایط زندگیشو در نظر بگیره، نعمتهایی که داره رو شاکر باشه و آمادگی اینو داشته باشه که بعضی وقتا این چیزا همیشگی نیست. تا اینکه شروع کردم با معلمای دیگه صحبت کردن و یه خورده وقت گذاشتم داستانای این بچه‌ها رو شنیدم، اصلا باورم نمی‌شد که این بچه‌ها چه قصه هایی دارن، چه داستان، چه زندگی هایی دارن. مگه میشه انقدر زندگی برای یه نوجوان انقدر تلخ باشه؟ مثلا یکی از دانش آموزان خیلی موقع اصلا هیچ حس و احساسی نشون نمیده، وقتی باش حرف می‌زدی این 5 نفر بهش تجاوز کردن، یا یه پسر دیگه ای که مواد مخدر میخرید و میفروخته به خاطر اینکه زندگیشو بتونه سپری کنه. و واقعا این تو رو متاثر میکنه وقتی این صحنه ها رو میبینی، خیلی اذیت میشی و روش تو تدریس کمک میکنه که فرق بدی. و اینجا بود که اولین ترکی بود که به حباب زندگی من خورد، این حباب قشنگ که همیشه توش بودم.
خب اونم بخشی از حقیقت زندگیه. مثلا من به عنوان پزشک اگر که هدفم کمک به یه مریضه، میدونم که اون مریض ممکنه یه موقعی توی شرایط خیلی کریتیکالی باشه و اگه بخوام از اون شرایط چشم رو ببندم و ناراحت بشم یا افسرده بشم، دیگه نمیتونم به اون مریض کمک بکنم. برای همین باید این قدرت رو به خودم بدم که از اون مرحله سخت به مریض کمک بکنم که بگذره تا شفا پیدا بکنه. به هر حال ادامه تحصیل دادم و همینطور که داشتم دکترامو میگرفتم تمام وقت درس میدادم، تمام وقت دکترامو داشتم روش کار میکردم و تصمیم گرفتم که برم یه جای دیگه، یه جایی که کامل فرق بکنه و ببینم بچهای محروم اونجا چجوری زندگی میکنن. با یه ارگانیزیشنی هماهنگ کردم و به عنوان داوطلب تقریبا 2 هفته رفتم یه منطقه که واقعا حالا براتون تعریف میکنم، یه منطقه خیلی محرومی بود. اونجا رفتم فعالیت هایی شروع کردم. اولین مسئولیتی که داشتم این بود که برم توی یه یتیم خونه و من وقتی وارد این یتیم خونه شدم قشنگ یادمه دست چپم یه بچه شاید 3 ساله نشسته بود، سرش شاید یه وری بود و یه لبخند خیلی خسته رو لباش بود که اصلا من فقط داشتم به این بچه زول میزنم و از مسئولین پرسیدم داستان این بچه چیه، چی شده، و مسئولین بهم گفتن بچه ایدز داره. من مات و مبهوت اونجا وایستادم بچه رو نگاه کردم و اصلا خودم گریه امونم نمیداد و واقعا به این فکر کردم که چطور میتونه انقدر بی عدالتی تو دنیا باشه. یادم به وقتی داشتم برمیگشتم تو هواپیما انقدر این داستان رو من تاثیر گذاشت بود، انقدر من ناراحت بودم. به فکر این افتادم که یه مؤسسه یا تشکیل بدم که بتونم بشم چش بقیه و بقیه هم اینو ببینن، چون فکر نمی کنم همه بدونن چقدر بچه زیاده تو دنیا که تو این شرایط داره زندگی میکنه و شاید حتی بدتر. و اونجا بود که فکر One Education One Road به ذهنم رسید که ما بتونیم مدارسی درست بکنیم که این بچه ها یه قدرتی بهشون بدیم که خودشون از این شرایط خودشونو بکشن بیرون. من مؤسسات غیر انتفاعی رو خیلی بهش احترام، بهشون احترام میذارم و تا اونجایی که بتونم هم بهشون کمک میکنم، ولی یه نظر خاصی دارم راجبش، این که بیشتر دوست دارم به اون مؤسساتی کمک بکنم و درگیر باشم که ظرفیت جامعه رو افزایش میده، یعنی بهشون یاد میده، به قول همون مثال قدیمی که به یه نفر یاد بده ماهیگیری رو به جای اینکه بهش ماهی بدی. من فکر کنم تو وقتی که روح و قلب تو باز میکنی به این قضیه خدمت، شاید یه موقعی مسیرش هم جلورات سبز بشه. همین که ما خودمون رو، انرژی کیهان رو، انرژی دنیا رو برای خودمون باز بکنیم، خودمون رو دریچه قلبمون رو باز بکنیم که اون انرژی بهمون نزدیک بشه، مسیرش هم میاد. فقط مهم اینه که منتالیتیمون، طرز فکرمون برای خدمت باشه. خلاصه دست به کار شدم دیگه. بعد از چند سالی خیلی هم بالا پایین داشت و خیلی از دوستا واقعا کمک کردن در این راه و خدا رو شکر الان بعد از 3 سال رسمیت این سازمان ما تونستیم 3 تا مدرسه بزنیم و یکی رو ساپورت بکنیم. همون بچه‌ای که مواد مخدر میفروخت و میخرید خیلی به بچه بدی شناخته شده بود تو مدرسه، یعنی هیچ کس ازش راضی نبود و همیشه موقعی که میخواست غذا بخوره یه 30 دقیقه تا 45 دقیقه داشتیم که با غذا بخوریم، میومد تو کلاس من میشست با همدیگه شروع کم گپ زدن، من خیلی دوستش داشتم. بعد میشستیم حرف میزنیم، بهم میگفت میسی، همیشه بهم میگفت میسی تو تنها کسی هستی که واقعا منو به عنوان انسان نگاه میکنی و به کارام نگاه نمیکنی. و اون داستاناشو برای من تعریف میکرد، منم داستانمو براش تعریف میکردم و خیلی در مورد همیشه سازمان براش تعریف میکردم که اون موقعی خود جون گرفته بود سازمان. بهش میگفتم آره ما داریم این کار رو میکنیم، به این بچه ها کمک میکنیم و اینا. خلاصه گذشت و یه روز اومد تو با یه پاکت سفید اینو به من داد و گفت که و گفتش که این برای همه بچه‌هایی که شما کمک میکنی.
و 100 دلار توش بود که خیلی زیاد بود برای این بچه. بعد گفتش که از اونجایی که من زندگی سختی خیلی داشتم نمیخوام این بچه ها این زندگی رو داشته باشه. 100 دلار برای یه بچه خیلی پوله. اون بچه اینقدر روحش پاک بود که هر چی که داشت و نداشت رو تقدیم کرد، در صورتی که همونطور که نوگل جون گفتن اون مقدار پول، اون 100 دلاری میتونسته زندگی خودش رو از این رو به اون رو بکنه. نوگل خیلی خیلی خوشحال شدم که داستانتو شنیدم. خیلی رو من تاثیر داشت. امیدوارم کسای دیگه هم که این داستان رو دیدن همراهی پیدا کنن که جوامع خودشون دست به خدمت بزنن، هم که به تو دسترسی پیدا کنن و اون کاری که دستشون برمیاد برای حمایت مؤسسه تو انجام بدن. نوگل تبریک میگم برای تمام این خدماتی که برای بچه ها انجام میدین و امیدوارم همونطوری که هدف اولیت این بوده که به بچه ها خدمت بشه و همین امتداد پیدا بکنه و این مسیر رو ادامه بدید. نوگل جون شما وسیله‌ای شدی که این علم رو از یک جای بسیار روحانی بیاره توی خودت و انتقالش بدی به آدمای دیگه و این کار شما به فرموده حضرت عبدالبها به دوام ملک و ملکوت باقی و برقرار میمونه. خیلی به تبریک میگم. چطور بود؟ حالا صبر کنید تا برنامه بعد و داستان بعدی. پس فعلاً